سلام بچه های توی خونه، چطوری؟ امروز هوا اینجا خیلی خوب بود، امیدوارم که شما بچه رو حسابی بازی کردیم. آره، ما میتونی امروز کیت بازی کنیم به غنیبر کرده تو هوا امروز خیلی خوبه، اینجا که عبادت میده میخوز و زمین میخنی چه ما. آره، ما ها کلی چند روزه کیت بازی کرده با کلی خمیده، چون هی کارش میرفت تو هوا بعد میمد رو زمین مثل مار میرم به که مثل پرنده تو هوا بره بعضی هم مار میشد و خیلی خنده دار بود، ولی باز خودش خوب بود. اما هم خندیدی هم کیت بازی کردی، خیلی خوب بود. خب بچه ها امروز ما میخوایم کتاب شعر بخونیم. آها درسته، در مورد چی هست کتاب شعرمون؟ در مورد موضوعی مختلف هست. بچه هایی که یه ذره کوچیکترن مثل متین یه ذره بتونم متوجه داستان و شعرم بشن. خب بچه ها میخواییم بدونی اسم کتاب شعرمون چیه؟ اسم یکی از شعرها رو شعر اسمش از جوجه نوک تلایی. دقیقا شبیه اون شعر جوجه نوک تلایی. شاعرش هم هست مریم قمبری. خب آماده این بخونیم شعر رو؟ آره. خب بچه ها اسم شعر اولمونم باز هست جوجه نکتلایی. حالا من میخونم و با عرضک ها اجرا میکنیم، امیدواریم شما خوشتون بیاد. جوجه نکتلایی به من بگو کجایی، میخوام بیام پیش تو، میدم تو اون بالایی، صدای تو چیکو پریدن چنی دونه برات میریزم. ببینی صاحبش داره برش دونه میریزه. تشنه شدی آبت کو، یه وقت میری رو گلدون، این پری تو چه آسون، مواظب تو هستم امان از اون پیشی جون. پیشی دست متینه، صاحب جوجه حواسش به جوجه هست، یه وقت پیشی نیاد چنگ بزنه ببرتش. آره متی؟ آره. پیشی چی میگه؟ نشون بده به بچه ها پیشی تا؟ پیشی تو نشون بده؟ پیشی چی میگه؟ آره. خب حالا بریم سراغ شعر بعدی. بچه ها اسم شعرمون هست درخت. یه تصور کنیم که این مثلا یه درخته و این گلها هم میوه های درخته هست. آماده خب متی آماده ای؟ منم یک درخت، تنم چه محکم و سخت، هر طرفم یه شاخه هست، روش لونه کلاغه هست، برهای من چه سبزه، هر چی بگی میارزه، سایه هامو خوب ببین، افتاده روی زمین، ریشه دارم زیر خاک، میوه میدم خوش خوراک. آره ماهان خیلی میوه دوست داره. آب و غذا جونمه، زمین پاک خونمه. درسته بچه ها، درخت ها توی زمین ریشه میکنن، از زیر زمین به وسیله ریشه هاشون آب جذب میکنن. تازه درخت واقعیه، یعنی از این چیزا که سراشون یه در سفت و بالا تو برمگه اونا بزرگ میشن میشن درخت. آره جوونه های درخت وقتی که بچه هستن ساقه هاشون یه ذره باریکتره و وقتی که تبدیل به درخت میشه کلوفتر میشه بلندتر میشه. درسته فرما ها داشت میگفتش که درخت ها هم جون دارن، مثل آدم ها جون دارن. درسته اونا هم احساس میکنن، به غذا احتیاج دارن، به نور احتیاج دارن، بزرگ میشن، تازه غذاشون زیر خاکه. درسته غذاشون زیر خاکه، آبشون از آب دریاست و تازه یه چیزی برد بردن هم پاییز میاد و
برگا وقتی پاییز میشه زرد میشه میریزن به زمین، اون قسمت خشک برگا تبدیل میشه به یه سری مواد غذایی که توی خود خاک در منظور کنه و خود اون مواد غذایی باعث میشه که درخت ها دوباره اونا رو جذب بکنن و بتونن بزرگشون رو دوباره برمی سرد کنن. مثل اینا یادشون هست که وقتی پاییز میشه برگا زرد میشه و بعد دوباره بهار سبز میشه. هر رنگی که از نارنجی و قرمز و این چیزا. خب بچه ها، شعرمون که در مورد درخت کلی چیز یاد گرفتیم در مورد درخت، درسته؟ حالا این یکی شعره در مورد چیه متین؟ بارون. حالا من میگم بارون. آماده ای؟ خب پس خوب گوش کنی. بارون میاد از آسمون، شادی میاره برامون، نگاه کنیم چک کنوز میریزه روی خونمون. بارون میاد از آسمون، جاری میشه تو کوچمون، برگ گلا تو باغچمون هی میخوره تکون تکون. بارون میاد از آسمون، غنچه میدن گلا از اون، هرچی میاد از اون بالا لطف خدای مهربون. الان نوبت اینه که بهتون بگم چجوری بارون میاد. اینجوری بارون میاد که آب میره تو هوا، بعد آب تا میریزه تو ابرا، میبینیم بعضی وقتا سیاه ابرا همه آبا که تو ابرا وایستادن سیاه شدن، یه خیلی سنگین شده ابرا، بعد دیگه ابر نمیتونه خورشو بگیری، یه دفعه این پاره میشه، اینا قدرشون میریزه. درسته، ابرای که سیاهن پر از بارون هن. درسته، یه دفعه پاره میشه، اینا همه پر از همه قطعه آب میریزن. چقدر جالب که الان اینو گفتیم ها، چون شعر بعدیمون هم اسمش هست قطره، دقیقا مربوطه به همین حرفی که تو الان زدیم. تازه یه چیز دیگه میبینی، رد و برقو دوبا
دوباره قطره قطره میچه که از اون ابر. انگاری که یه بخشی از خودش دنیا آورده. دقیقاً بچه ها میریزه رو چمن ها جاری میشه تو صخره. من هم یه سوالی دارم. دیدی بعد اقوام بابارم یه سر رنگی تو هواست؟ بله. اون رنگی کمونه چون بابارم یه گرفه آبا گرم میشه مقاره که برای داروی پاشید میاد رو دیگه و آبا گرم میشه دیگه همون بباست خوشی و آرزو می‌کنیم. خدا حافظ تا برنامه بعد. این دقیقه.
گربه هم داره با دومش از شما خدافظی میکنه.